واقعا کی مونده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شد، یکی دونه دخترم نصیب گرگ بیابان شد، گربه مرد، عنبر افتاد رو عنکبوت و عنکبوت هم مرد، و حالا چه برفی گرفته، هر وقت برف میبارد دلم همچین میگیرد که میخوام سرم رو بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون، گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی رو نداشتی که درد دل بکنی بلند بلند با خودت حرف بزن، یعنی خود آدم بشه عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا داد بزن، به هر کی دلت خواست فحش بده. چه برفی میاد، اول تو هم میلولید و پخش میشد، حالا ریز ریز میباره و اینطور که میباره معلومه که به این زودی ها ول نمی کنه. از اول چله همینطور داره میباره و برف های قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشت بامشان را غیر از تو کوچه پس کوچه ها کجا بریزن. آمد و رفت کار پهلوان‌ها و جوان‌های ورزشکار و بچه‌های بی‌کله بود که مدرسه‌هاشون رو تعطیل کرده بودن. اگر نمی‌بارید که گرونی بی سر صدا بود و قحطی می‌شد و حرف از جیره‌بندی آب و برق می‌زدند، و اگر می‌بارید که زندگی و مدرسه‌ها تعطیل می‌شد. دیشب برق خیابون علایی خاموش شد و کوکب سلطان همونطور زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود تا به سرش زد دلش شور افتاد. همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخت می شستند. فکر کرد اگه از اتاق و از تاریکی بیرون نیاد دیوونه میشه. پا شد. کورمال کورمال اومد پایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خونه ایستاد. سوز می اومد. بچه همسایه گریه می کرد. پریشب لوله آبشون ترکیده بود، سه روز میشد که آشغالی خاک رو باهاشون رو نبرده بود. کوکب سلطان کارمند بازنشسته وزارت آموزش و پرورش خاک رو به چندانی نداشت که کسی ببرد. ترکیدن لوله آب هم به اساس او صدمه نرسوند. اتاق او در طبقه بالا و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دو تا اتاق بزرگ و آشپزخونه و مسترا در اختیارش بود و سه تا دختر دم بخت و یک زن لندهورم داشت. در و همسایه ها به او می گفتند آقای پنیرپور، چون که سر خیابون جاله لبنیات می فروخت و به هیچ کس نسیه نمی داد حتی به شما، و اسم اصلیش آقای شریعت پور یزدانی بود. کوکب سلطان برای وضوع و قضای حاجت می رفت پایین، آب هم از شیر آب آشپزخونه پایین می اومد، آشپزی چندانی هم نداشت. با این دندونی که مرتب میزد و لثه و زبونش رو زخمی کرده بود، اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود، اساسی هم نداشت. دار و ندارش رو جایزه کرده بود و به خونه دامادش فرستاده بود. کوکب سلطان از زیر کرسی پا شد و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. به همین زودی پشت بام‌ها سفید سفید شده بود و روی کاچ‌های خونه همسایه برف نشسته بود. آویزهای یخ که از شیروانی مقابل آویخته بود دیروز هم بود، پیروز هم بود، از اول قوس بود. چقدر دلش تنگ بود، از دیشب تا حالا از خیال حاج اسماعیل بیرون نرفته بود.